سلام بر شما به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر نقش زن در خانه تاکید کرد و برابری زن و مرد را یک تفکر غربی خواند که باید زدوده شود. آیا زنان ایران باید منتظر محدودیت‌های تازه‌ای باشند؟ در حالی که مرزها همواره تنگتر و ورود به کشورهای غربی غیر ممکنتر و درخواست پناهندگی دشوارتر می شود، آمارها از افزایش تعداد پناهجویان ایرانی حکایت دارد. سازمان IRR می گوید برای حمایت از پناهجویان ایرانی آستین‌ها را بالا زده. اقدامات حمایتی این سازمان از پناهجویان ایرانی چیست و ارتباط آن با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چگونه است؟ بررسی این دو موضوع در گفتگو با کارشناسان در برنامه این هفته ایران و جهان با ما همراه باشید. اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمی‌دونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنه. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از زنان به مناسبت روز زن، برابری جنسی زن و مرد را از حرف‌های کاملاً غلط غرب دانست که متناسب با طبیعت الهی زن نیست. سخنانی که با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی مواجه شد و پاسخ‌های متفاوت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشت که نشان از تفاوت دیدگاه آنها در رابطه با مسائل زنان داشت. رهبر ایران پیشتر نیز گفته بود اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست و خانواده اولویت دارد. حرفهایی که به سرعت به سیاستهای اجرایی تبدیل شد و محدودیت‌های تازه‌ای را برای زنان رقم زد، از جمله توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری و محرومیت‌های زنان از تحصیل دولتی در 14 رشته و محدودیت‌های تحصیلی در 241 رشته دانشگاهی. حسن روحانی گرچه حرفای متفاوتی با رهبری زده است، اما به نظر نمی‌رسد دیدگاه‌های وی بتواند مبنای قانون‌گذاری و تحولی جدید در راستای برابری جنسیتی در ایران قرار گیرد. چرا دو دیدگاه کاملاً متضاد درباره زنان از سوی دو مقام مهم حکومتی وجود دارد و حرفای اخیر رهبری چه محدودیت‌های تازه‌ای را به زنان تحمیل می‌کند؟ از خانم مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان پرسیدم تفاوت دیدگاه دو مقام عالی نظام درباره زنان از کجا ناشی می شود؟ خب ببینید، من فکر می کنم که نظراتی که آقای خامنه ای اعلام کردن خیلی خیلی صادقانه بوده. یعنی این همون نظریه هایی است که از اول انقلاب، حتی میشه گفت از درست روز 22 بهمن 1357، این نظریه مانع رشد زنان در زمینه اشتغال در سطوح بالا شد و منجر شد به خانه نشینی خیلی ها و خیلی های دیگر هم که کار کردن سعی کردن مواضع اشتغال خودشون رو حفظ بکنن. خیلی ها هم اصلا محروم شدن، مثل زنان قاضی، از اینکه بتوانند قضاوت کنند به مفهوم واقعی. این نظریه به نظر من نظریه غالب و چیره بر نظام جمهوری اسلامی ایرانه، چرا که فقهای شورای نگهبان هم که یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار در قانون گذاری هست، همین نگاه و نظر رو در سطوح قانون گذاری تا حالا اعمال کرده، همینطور در سطح انتخابات اعمال کرده و زنان رو عموماً در زمینه انتخابات ریاست جمهور رد صلاحیت کرده، به طوری که میشه گفت این نظریه فقهی رسمی جمهوری اسلامی. ولی حالا اینکه آقای روحانی یا آقای هاشمی رفسنجانی بلافاصله یا همزمان با اعلام جدید نظریه‌های آقای خامنه‌ای
نظریات متفاوت از ایشون رو اعلام میکنن، خب میتونه دو تا دلیل داشته باشه. یکی این که در جامعه ایران بیشتر هستن، بیشتر اطلاع دارن از اوضاع احوال جامعه و میدونن که اعتراض نیمه ای از جمعیت در نهایت خطر بسیار جدی هست برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی در مجموع چون شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که شورای فرهنگ اجتماعی زنان زیر مجموعش هست، همین نگرش رو دنبال میکنه و تبعیت خواهند کرد از نظریه مقام رهبری، من تصور نمی کنم که نظریه اون دو مقام در حال حاضر و تا زمانی که افرادی که تصمیم میگیرن در نظام جمهوری اسلامی درباره زنان فقهای شورای نگهبان هستند و زیر مجموعه آقای خامنه ای، تحول خیلی مهمی در وضعیت زنان به وجود بیاد. ولی خب این اختلاف نظر رو ما میتونیم تحلیل بکنیم به صورت‌های مختلف. تجربه نشان داده که حرفای رهبر جمهوری اسلامی به سرعت تبدیل به سیاست‌های اجرایی می‌شود، مثل توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری و محرومیت زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها بلافاصله پس از تأکید وی بر نقش زنان در خانه. اما به نظر می‌رسد حرفای رئیس جمهور اگرچه با رهبر متفاوت است، اما در حد شعار باقی می‌ماند. آیا خواست دولت به تنهایی برای تغییر وضعیت زنان در ایران کافی است؟ خب البته کافی نیست، ولی بی تأثیر هم نیست. دست کم در حال حاضر زنانی وارد دولت آقای روحانی شدند. این زنان البته زنانی هستند انقلابی، زنانی هستند با تفکر اسلامی و تحصیل کرده های دانشگاه هایی هستند درون ایران یا خارج از ایران که سعی میکنن که اسلام رو یک جور دیگری بهش نگاه بکنن، به خصوص درباره زنان. مثلا همین خانم شهیندخت مولاوردی که در حال حاضر در مقام معاونت آقای روحانی در امور زنان قرار گرفته، یک کسی است که فعالان حقوق زن نسبت بهش خوشبین بوده و هستند، برای اینکه در جمع اونها فعال بوده، در دو دولت آقای احمدی نژاد منتقد بسیاری از محدودیت ها بوده، منتقد مثلا تفکیک جنسیتی بوده و به هر حال وقتی هم که ایشون منصوب شد فعالان حقوق زن خوشحال شدن، هنوز هم اونها خوشحالیشون سر جای خودش باقیه و تصور میکنن که ایشون میتونه یک تعدیلی رو در وضعیت زنان به وجود بیاره یا دست کم جذب بکنه زنان فعال رو که کنار گذاشته شدن، به حاشیه رانده شدن، به اینکه دوباره فعال بشن، منتها کاملا کنترل شده. بنابراین دولت یک حضور کمرنگی میتونه داشته باشه در رشد گفتمان برابری حقوق زن و مرد و نه لزوماً عمل و اجرا به اون، برای که عمل و اجرا به اون نیاز داره به همکاری و همراهی مجلس و شورای نگهبان. شاید اگر مجلس آینده با اکثریتی بتونه تشکیل بشه که اون اکثریت همسو و هم نظر با همین دیدگاه های میانه رو باشه، یک گشایشی در وضعیت زنها به وجود بیاد. ولی اجالتا ما باور نمی کنیم، برای اینکه نظریه های آقای خامنه ای مسلط هست بر فقهای شورای نگهبان و بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان. اما همونطور که گفتم این گفتمان میتونه روبه رشد باشه و زمین ساز باشه.
به نظر می رسد خانه نشین کردن زنان ایران که بخش قابل توجهی از آنان تحصیل کرده هستند و حضور گسترده در اجتماع دارند به سادگی امکان پذیر نیست. آیا می توان گفت که رئیس جمهور ضرورت این تحول را پذیرفته اما رهبر همچنان در گذشته زندگی می کند؟ ببینید این که رهبر در گذشته زندگی میکنه یا مثلا آقای روحانی آینده نگر هستن، اینا رو به ضرس قاطع نمیشه گفت. این نظام یک مجموعه است و در این مجموعه همه قطعاتی که کنار هم قرار گرفتن یک هارمونی وجود داره در نظرات بنیادیشون، کما اینکه میبینید که دو دوره آقای احمدی نژاد ریاست جمهور ایران رو احراز کردن و با وجودی که بیشترین صدمه رو زدن به جامعه مدنی و مخصوصا بیشترین صدمه رو زدن به تشکل‌های مستقل زنان در ایران، یا حالا نه چندان مستقل ولی تشکل‌هایی که هدف‌های مترقی رو مطرح میکردن، با این حال آقای احمدی نژاد دو دوره رو به صورت کامل گذروندن و خب نیمه ای از جمعیت هم نمیشه گفت که مانع ایشون شدن، و بلکه یک تعدادی از فعالان حقوق زن بودن که قربانی شدن، حالا یا مجبور شدن کشور رو ترک کنن یا اونایی هم که در کشور هستن بسیار محافظه‌کارانه کار میکنن. در هر حال به نظر من نه، همه اونها در دوران حاضر در همین زمان دارن زندگی میکنن، ولی هر کدوم با درجاتی علاقمند هستن که زنان رو در محدوده های نگه دارن. حالا محدوده هایی که آقای خامنه ای اعلام میکنن خیلی محدوده های صریحیه و بقیه هم شاید محدوده های دیگری در ذهنشون هست که بیان نمی کنند، ولی آنچه مسلمه معتقد به برابری قانونی و اجتماعی زنان در چارچوب اسلام و در چارچوب ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی نیستند. با این حال من این رو هم باید اضافه کنم که زنان ایرانی در سطوح اداری هم که قرار می گیرند چندان تقلایی نمیزنند برای اینکه مقامات و پست‌های یکمی بالاتر از اون موقعیتی رو که درش هستند به دست بیارن، و به نظر میرسه فقط یه ممر معاشی رو دنبال میکنن و تا به اون نقطه نرسه که خود زنان مطالبه بکنن. و شاید مثلا کلمه جاه طلبی که هر وقت ما ازش یاد میکنیم با بار منفی تعریف میشه، جاه طلبی رو قرار ندن در دستور کار زندگیشون، هر رژیمی که سر کار باشه اونها رو به سطوح بالا نمیپذیره. به نقش زنان اشاره کردید، زنان خود چه اقداماتی میتوانند انجام دهند و اصولا نقش جنبش زنان در انتقال مطالباتشان به عرصه عمومی چیست؟ نقش ببینید، جنبش زنان الان یک جنبش خفته است. شما دارین راجع به یک جنبشی حرف میزنین که خفته، ولی هر لحظه ممکنه بیدار بشه. در حال حاضر بخشی از جنبش زنان که قرار نگرفته در موقعیت تبعید و درون ایران هست، بخشیش گرایش پیدا کرده که با همین مجموعه ای که دولت آقای روحانی به وجود آورده درون دولتش با اینها همکاری بکنه. خب یکی از استراتژی هایی که برای اطلاع حقوق زن در دنیا پذیرفته شده اینی که فعالان حقوق زن بتوانند خودشون رو وارد سطوح حاکمیت بکنن. این هم اشکالی نداره و در حال حاضر ما جنبش زنان رو با اون مفهومی که به نظر میرسه شما ازش در نظر دارین خفته میبینیم، برای اینکه سرکوب شده، برای اینکه متلاشی شده اون هسته ها و تشکلهاش در خارج از کشور، بیشتر فعال در فضای مجازی
یادمون باشه که فضای مجازی با فضای واقعی تأثیرات متفاوتی داره. من و شما الان داریم در فضای مجازی با هم دیگه حرف میزنیم و صدامونو به ایران میرسونیم. این فرق میکنه تا اون زمانی که من در دفتر خودم نشسته بودم و در فضای واقعی با زنان یا مردان به صورت نوشتاری یا گفتاری حرف میزدم، رابطه برقرار میکردم. فضای مجازی تأثیراتش به مراتب کمتره، بنابراین اونایی که در فضای واقعی دارن کار میکنن و به این نتیجه رسیدن که جذب مجموعه‌ای بشن که آقای روحانی اون مجموعه رو به وجود آورده، اونها ممکنه که یک خواسته های مهمی از جنبش زنان رو وارد گفتمان درون حاکمیت بکنن و در حدودی که دولت و رئیس جمهور طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قدرت داره، که البته بسیار هم محدوده، گشایشی در وضعیت زنان بشه و به هر حال یکی از این امیدها این است که خب به هر حال سازمان امور اداری و استخدامی زیر مجموعه دولت، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی زیر مجموعه دولته، و اگر آقای روحانی تن به ریسک های به هر حال کوچک یا بزرگی بده، میتونه موجبات فراهم شدن امکاناتی رو درست بکنه که این دوتا وزارت آزادی بیان برای مطبوعات رو که بتونن درباره حقوق زن صحبت بکنن، یا انتشارات رو تا حدودی تامین بکنه، یا وزارت کشور همچنین وزارت ارشاد کمک رسانی بکنن دوباره مثل دوران آقای خاتمی برای اینکه تشکل‌های مستقل زنان به وجود بیاد، بدون اینکه خیلی تفتیش عقاید بکنن درباره گذشته اونها. به نظر شما در خصوص مطالبات زنان آیا آقای روحانی حاضر به پذیرش ریسک است؟ من تصور میکنم ایشون فعلا در شرایط یک ریسک بزرگ در سیاست خارجی، و ما این بار مواجه شدیم با وضعیت جدیدی. وضعیت جدید این است که رئیس جمهور ایران، که خب بالاخره کسانی بهشون رأی دادن، بیشتر در مقام وزیر امور خارجه و همتای آقای ظریف دارن کار میکنن تا اینکه اساسا فرصتی براشون وجود داشته باشه که مسائل داخلی و مسائل زنان بپردازن. ریسک بزرگی که ایشون باهاش مواجه هست بحث پایان دادن به بحران هسته‌ای، که اتفاقا در حال حاضر که ما داریم با هم حرف میزنیم در نقطه اوج این بحرانن، و من تصور نمی کنم که آقای روحانی مادام که نتونه از پس این هدف بزرگی که انتخاب شده براش و خودش هم باهاش موافق بوده بر بیاد، ایشون تن به ریسک پیرامون بهبود وضعیت در حوزه زنان بده. و یادمون باشه که بعضی وقتا حوزه مسائل زنان ورودش برای مخصوصا روحانیون خیلی خطرناکتره از ریسک کردن برای مثلا پایان دادن به بحران هسته‌ای. آقایون آیات عظام در ایران اونقدر نسبت به حقوق زن حساس هستن که خیلی احتمال داره از در سازش وارد بشن با مسائل مربوط به روابط خارجی، رابطه با امریکا، پایان دادن به مسائل بحران‌های هسته‌ای. ولی برابری حقوقی زن و مرد و اساساً ورود به این بحث رو خیلی خطرناکتر
میدونن از ورود به بحث نوکلیر و مسائل هسته‌ای بسیار 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 میترسن از ورود به این بحث، برای اینکه وقتی یکیشون یک مطلبی رو در این باره به صورت مثبت به نفع زنان ادا میکنه، دیگرانی او رو ممکنه که به کفر و الحاد و همدستی با غرب متهم بکنن که خب به نفعشون نیست و بسیاری از منافع مالی و ارتباطات حکومتیشون رو از دست خواهند داد. به خطر و ترس محافل تندروی حکومتی از ورود به حوزه مسائل زنان اشاره کردید. این ترس از کجا ناشی می شود؟ از اینکه اسلام رو مردان تفسیر کردن و بعد از چند قرن که از ظهور اسلام گذشته دیگه ما تفاسیری از اسلام داریم که عموماً زن رو یک آفریده‌ای میدونه که برای خوشدلی و رفاه مرد آفریده شده. این رو باید شما اگه رساله های آقایون رو نگاه بکنین، اصلا این قضیه نواندیشی دینی و این حرف ها رو شما در این رساله ها نمیبینین. نواندیشی دینی رو بیشتر کارشناسان دینی مقالات رو تدوین کردن و منتشر کردن، ولی شما در رساله ها تفاوتی بین نظریه های آقایون درباره زن پیدا نمی کنی و همه آقایونی که الان در قم هستن در جای مراجع و وقتی که خیلی گرفتار میشن همه به این مراجع مراجعه میکنن و به درگاه اونها پناه میبرن، رساله هاشون پیرامون زن، مثلا پیرامون تمکین فرض کنید. حالا من یه مثال میزنم، لزوم این که زن از شوهرش تمکین بکنه مگر در یک موارد خیلی استثنایی و همیشه آمادگی داشته باشه برای اینکه تمنیات جنسی شوهرش رو بهش پاسخ مثبت بده، شما در همه رساله ها همین گونه میبینید. پیامدهای اجرایی سخنان رهبر نظام اسلامی چیست و چه محدودیت های تازه‌ای را میتواند بر زنان تحمیل کند؟ همین الان شده. اصلا قبل از اینکه ایشون این آخرین سخنرانیشون رو داشته باشن تبدیل به سیاست‌های اجرایی شده. بسیاری مثلا همین طرح تعالی و جمعیتی که الان در دست تصویب هست یکیشه که زنها رو از اشتغال در درجات بعدی قرار میده و به مثلا زنان پر بچه ارج بیشتری میگذاره، یا اینکه موارد دیگری که قانونگذاری داره دربارش میشه. همه اینها یک مجموعه از یک پازله و قبل از اینکه ایشون این سخنرانی رو ایراد بکنن این سیاست های اجرایی شروع شده بوده و مخصوصا در بخش ضرورت افزودن بر جمعیت ایران خودش رو ظاهر کرده و حتما به محدودیت های دیگری هم منجر میشه به خودی خود، و مرخصی بارداری رو خب دوست دارن زیاد کنن، حالا بودجهش رو نداشتن ولی بعد این کار رو هم خواهند کرد و در هر حال با این مجموعه در حال حاضر ما باید آمادگی داشته باشیم که مواجه بشیم. مجموعه که میخواد زنای حتی تحصیل کرده در دانشگاه ها رو که نرخ بالایی دارند به جای اینکه براشون کار و فرینی بکنه میخواد نگهشون داره در خونه ها، اما به نظر من نمیتونه. با سپاس از خانم مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان که از واشنگتن دی سی با ما همراه بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر چندی پیش در گزارشی تصریح کرد تعداد پناهجویان ایرانی رو به افزایش است. قصه پناهجویان ایرانی قصه تازه‌ای نیست.
امروز کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که دست کم جمعیت کوچکی از ایرانیان پناهنده یا مهاجر در آن زندگی نکنند. فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و محدودیت‌های روزافزون حکومتی بر ایرانیان باعث شده که بسیاری از آنها خطرات مهاجرت را به جان بخرند تا خود را به آن سوی مرزها برسانند. اما برای بسیاری از ایرانیان این آرزو در صفهای طولانی سازمان ملل در ترکیه بیپولی و بلا تکلیفی به کابوسی تبدیل شده است. سازمان IRR مستقر در لس آنجلس یکی از سازمان‌هایی است که فعالیتش را بر حمایت از پناهجویان ایرانی متمرکز کرده. از سعید محمدی، سخنگو و مدیر روابط عمومی این سازمان، کم و کیف فعالیت این سازمان را جویا شدم و پرسیدم آیا فعالیت‌های حمایتی شما فقط شامل پناهجویان ایرانی است یا پناهجویان سایر ملیت‌ها را نیز شامل می‌شود؟ با عرض درود خدمت هموطنانم هر کجای کره خاکی که هستن، عرضم به حضورتون نه، ما فعالیت سازمان IRR، سازمان حمایت از پناهجویان ایرانی، دامنه فعالیتش فقط به پناهجویان ایرانی محدود میشه. متاسفانه نمیتونیم به پناهجویان دیگه کمک کنیم، به همین ایرانی هاش هم فعلا شروع کردیم، امیدواریم که بتونیم واقعا به همشون کمک برسونیم. سازمان ملل چندی پیش در گزارشی اعلام کرد پس از انتخابات 88 شمار پناهجویان ایرانی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. آیا آمار مشخصی از تعداد پناهجویان ایرانی دارید؟ آمار مشخصی که بتونه آدم دقیقاً بگه نه، وجود نداره، ولی تخمیناً در حدود 13 هزار پناهجوی ایرانی در ترکیه به سر می‌برن که از این 13 هزار تا در حدود 8 هزار تاشون منتظر هستند و یک چیزی در حدود 2000-2500 نفر در زندان‌ها به سر می‌برن، در بازجویی به سر می‌برن و اون قسمت بد داستانه و اونهایی که به خصوص در یونان هستن بیشتر با این مسئله مواجه هستن. عمده‌ترین محور فعالیت سازمان IRR برای کمک به پناهجویان چیست؟ ببینید، یه کاری که مثلا این سازمان کرد، این سازمان جوانیه، 15 ساله که فعالیت داره، ولی 2 ساله که فعالیتش رو وسعت داده و سعی کرده که در ابعاد بالاتری کمک رسانی بکنه. به همین خاطر هم از یک سال پیش که من رو دعوت به همکاری کردن، ما شروع کردیم به آمار گرفتن و مطالعه کردن که چجوری و چگونه ما میتونیم به آدمهایی که واقعا واجد شرایط هستن کمک بکنیم. ارتباط سازمان IRR با دیگر نهادها و سازمانهای حقوق بشری مرتبط با امور پناهندگان ایرانی چگونه است؟ بله، چقدر زیبا گفتیم و ممنونم از اینکه این سوال رو کردین. ما داریم سعی میکنیم که این کار رو بکنیم. از آنهایی که در آمریکا هستند، در ابتدا از وقتی که من اومدم و دارم با سازمان کار میکنم، این قدم مهم رو داریم برمیداریم و اینجا سعی کردیم که با نهادهای حقوق بشری به خصوص در واشنگتن ایجاد ارتباط بکنیم و به زودی پیوندها و صحبتهایی خواهد شد که من در کنسرتی که در 31 مهم دارم روی صحنه اونجا خواهم گفت، بازگو خواهم کرد و به اطلاعتون خواهم رسوند. نحوه همکاری و کمک به سازمان IRR چگونه است؟ عرضم به حضورت، ما ایمیل ادرسمون یا وبسایتمون که میتونه مبدا و مخزن خوبی باشه برای کسایی که میخوان اطلاعات بگیرن، www.iranianrefugee.com. غیر از اون شماره تلفنی هست به شماره 818-539-6139 و این در آمریکا قرار داره. اگر بخوان که حضوراً یا شخصاً صحبت بکنن، اینجا کسانی هستن که باشون میتونن صحبت بکنن. غیر از اون الان اگر به تلویزیون ها توجه بفرمایند، ما تبلیغاتی داریم میدیم، امیدواریم که ایران فردا هم این آگهی رو پخش بکنه. تعداد کمی از میدیای ایرانی هست که همکاری میکنه، شاید به خاطر اینکه اطمینان ندارن در ابتدا. امیدوار هستیم که این اطمینان رو به ما پیدا بکنن و در جهت همین اطمینان و همین راهگشایی، همونطور که عرض کردم، من کنسرتی دارم در روز 31 ماه می در پرفورمینگ آرت سنتر در گلندل که خوشبختانه استقبال خوبی شده تا الان ازش و امیدوار هستیم که بتونیم تو اون روز
تو اون شب بتونیم بیشتر راجع به سازمان صحبت بکنیم و انسانهای شریفی که میخوان به طور مداوم به یک سازمان کمک بکنن و به قول آمریکایی کمیتمنت بدن، این تعهد رو بدن که یک خانواده رو کاور بکنن و حداقل غذای یک خانواده رو در ماه بدن با مقدار بسیار کمی، شاید مثلا با 40 دلار 50 دلار شما میتونید یک خانواده ایرانی 3 نفره 4 نفره رو میتونین جوابگو باشین. با سپاس از آقای سعید محمدی، هنرمند و سخنگوی سازمان IRR که از لس آنجلس آمریکا با ما همراه بودند. پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از میثاق بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد. پرچم‌های نیمه افراشته و عزای عمومی تصویر ترکیه در هفته که گذشت بود. در اندوه حادثه معدن سما که در جریان اخبار اون هستیم، حادثه‌ای که هم موجب شد خود آقای اردوغان سفرش رو به آلمانی لغو کنه و هم آقای جمیل شیک سفر رئیس پارلمان سفرش رو به امریکا و بلافاصله هم به محل حادثه برن. حالا جدا از به هر حال حوادث تأسف‌بار کشته شدن نزدیک به 300 نفر تا لحظه تنظیم این خبر و مفقود شدن تعداد زیادی دیگه، اما حادثه از ابعاد دیگه هم موجب خشم و اعتراض عده‌ای در ترکیه هم شده. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل که در این رابطه میتونیم اشاره بکنیم در واقع افزایش خشم معترضان نسبت به مقامات دولتی این موضوع بوده که از چند ماه قبل تعدادی از احزاب عمدتاً مخالف دولت به همراه 60 نماینده پارلمان با مطرح کردن طرحی در مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت معادن و مشخصاً وضعیت کارگران همین معدن سما میشن. طرحی که البته 20 روز پیش از سوی حزب حاکم در پارلمان حزب عدالت و توسعه رد میشه. معترضان هم در این روزها در واقع از همین دیدگاه مقامات دولتی رو مسئول بروز چنین حادثه میدونن و این اتفاق که میفته هم بلافاصله دست به اعتراض در چند شهر میزنن، از جمله اعتراض دانشجویان در شهر آنکارا که اونطور که شبکه‌های تلویزیونی از جمله CNN ترک و همینطور TRT خبر این موضوع رو پوشش میدادن، حتی پلیس ناچار به دخالت هم شده و درگیری‌های هم در این بین به وجود میاد، یا اعتراضات در شهر استانبول. فراتر از این اعتراضات حتی برخی اتحادیه‌های صنفی و سندیکایی کارگری خواستار استعفای دو وزیر کار و انرژی شدن و از اعضای خودشون هم خواستن که روز پنجشنبه دست به اعتصاب هم بزنن. در خود شهر مانیسا هم که اساساً معترضان به خود آقای اردوغان به شدت اعتراض کردن، مانع عبور اتومبیل او شدن، به سمت اتومبیل او سنگ پرتاب کردن. از سوی دیگه عده‌ای هم اعتقاد داشتن بخش خصوصی که این معدن هم وابسته به اون اساساً حقوق کارگران رو پایمال کرده، این عده هم در مقابل دفتر مرکزی این معدن دست به اعتراض زدن. این مجموعه اعتراضاتی که در واقع در این شرایط بود، اما خود آقای اردوغان وقتی در محل حاضر شد در مصاحبه با رسانه‌ها ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شده بهم گفت که این معدن از لحاظ ایمنی مشکلی رو نداشته و این گونه اتفاقات در همه جای جهان رخ میده و طبیعی هم هست. بلافاصله ایشون هم البته دستور رسیدگی به جزئیات این حادثه رو صادر کردن، حتی در همبستگی با خانواده کشته شدگان برنامه جشن‌های ملی مربوط به جشن حاکمیت ملی و جوانان رو که دوشنبه پیش رو قرار بود برگزار بشه رو لغو کرد. در واکنش به مخالفان خودش هم آقای اردوغان گفت که عده‌ای تصمیم دارن از وقوع چنین حوادثی سوء استفاده بکنن. اما جدا از برحال این حوادث اشاره بکنیم به پیام‌های تسلیت مقامات کشورهای مختلف از رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تا وزارت خارجه آمریکا، همدور آقای ولادیمیر پوتین و پاپ فرانسیس و همچنین روحانی منتقد دولت فتح‌الله گولن و بسیاری شخصیت‌های دیگه. برحال به نظر می‌رسید پس از تنش‌های سیاسی چند ماه گذشته و بعد از انتخابات محلی فضای آرامش نسبی در ترکیه ایجاد شده، اما شاید حتی وقوع چنین حوادث پیش‌بینی نشده‌ای فرصتی رو برای احزاب مخالف دولت پیش بیاره تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگه دولت رو به چالش بکشن. با این همه حادثه تأسف‌باری رو این هفته در ترکیه شاهد بودیم، ما هم تسلیت میگیم و آرزوی شکیبایی داریم برای خانواده درگذشتگان این حادثه رو، همینطور امیدواریم که در هیچ کجای جهان شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو می‌توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید. همچنین می‌توانید با ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.